برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع خبری اعلام کردند که مقامات ترکیه در اقدامات نجات پلستانی خود علیه آوارگان سوری با هدف خروج اجباری از این کشور اقدام به برچیدن عبارتهای عربی از روی تابلوهای شهر آدانا کردند. سایت ترکیه الان اعلام کرد که شهرداری شهر آدانا وابسته به حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به رهبری کمال قلیچدارقلو که مخالف اصلی دولت رجب طیب اردوغان است، در اقدامی نجات پرستانه اقدام به برچیدن عبارتهای عربی از روی تابلوهای محل کسب و کار و مغازه های آوارگان سوری در این شهر کرده است. منابع محلی در استان میدانوردک افغانستان میگویند که 15 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی تحت تسلط گروه طالبان در میدانوردک روز یک شنبه 1 مرداد در خبرنامه ای گفته که در نتیجه جاری شدن سیلاب شب گذشته در منطقه تکانه شهرستان جیلیزه این استان 40 تن دیگر ناپدید شدند. با این حال گفته شده بزرگراه کابل بامیان که از مسیر میدانوردک می‌گذرد در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها به روی رفت آمد مسدود شده است.